سلام، با مهمترین خبر هازش صبح خوش آمدید. امروز شنبه اول ثور 1403 برابر به 20 آپریل 2024. سرخط خبرها. سیر سعودی رویدادهای جنایی در کشور، تفنگداران ناشناس دو زن را در کاپیسا تیرباران کردند. بی سرنوشتی زندانیان افغان در زندانهای ایران، دادگاه انقلاب اسلامی 4 شهروند زندانی افغانستان را اعدام کرد. بارندگی شدید، سیلاب و فروریزی سقف خانه ها در چندین ولایت کشور، 24 تن در دو شبانه روز گذشته جان باختند. تحریم برنامه موشکی پاکستان از سوی آمریکا، اسلام آباد بر لزوم گفتگو تاکید کرد. و انفجار در یک پایگاه نظامی در عراق، 1 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مشروع اخبار. به ادامه نگرانی ها نسبت به افزایش رویدادهای جنایی در کشور، با تازگی مقام های محلی طالبان می گویند که تفنگداران ناشناس دو زن را در کاپیسا تیرباران کردند. فرماندهی امنیت طالبان روز شنبه با نشر خبرنامه گفته است که این دو زن در روستای پاشا قوم حسن آباد از مربوطات ولسوالی علسای به قتل رسیدند. طالبان ادعا کردند که عاملان رویداد از سوی این گروه شناسایی شدند و به زودی بازداشت خواهند شد. طالبان در مورد هویت و دلیل قتل این دو زن چیزی نگفتند. گفتنی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، آمار قتل‌های مرموز زنان در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است. اوایل ماه جاری جسد بدون سر یک زن و پسرش در ولایت سمنگان نیز پیدا شد. دادگاه انقلاب اسلامی ایران حکم اعدام دست کم 4 شهروند زندانی افغانستان در زندان مشهد را اجرا کرده است. به گزارش حالوش، این افراد بامداد روز پنجشنبه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. این 4 تن از جمله دو برادر به قاچاق مواد مخدر متهم و محکوم به اعدام شده بودند. حالوش از افراد اعدام شده به نام‌های زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی و ابراهیم نورزهی یاد کرده است. این شهروندان افغانستان که در سال 1398 از مشهد بازداشت شده بودند، روز چهارشنبه 29 حمل از زندان عمومی به سلول انفرادی زندان وکیل‌آباد منتقل شده بودند. اعدام شهروندان افغانستان در ایران بیشتر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر کم پیشینه نیست. دستگاه قضایی ایران 8 دل و سال گذشته نیز حکم اعدام دو شهروند افغانستان را در زندان بیرجند این کشور اجرا کرد. گفتنی است که طالبان بارها درباره سرنوشت شهروندان زندانی افغانستان با طرف ایرانی مذاکره کردند، اما تاکنون پیشرفت در زمینه حاصل نشده است. در نتیجه بارندگی شدید، سیلاب و فروریزی سقف خانه ها در ولایت های هلمند، اروزگان و بامیان دست کم 24 تن جان باختند و شماره هم زخمی شدند. بر اساس اطلاعات منابع، طی دو شبانه روز گذشته در پی رویدادهای طبیعی در ولایت های هلمند، اروزگان، بامیان و پکتیکا تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد شده است. منابع محلی در ولایت هلمند میگویند که از روز پنجشنبه تا کنون دست کم 17 تن در پی فرو ریختن سقف چندین خانه و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی های کجکی، گرشک و بغنی این ولایت جان باختند. از سوی هم ریاست های اطلاعات و فرهنگ طالبان در اروزگان و بامیان نیز با نشر خبرنامه هایی گفتند که در پی فرو ریختن سقف دو خانه در ولسوالی دهراود اروزگان و مرکز بامیان، 7 عضو دو خانواده جان باخته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال سیلاب های اخیر در کشور هزاران جریب زمین زراعتی و ده ها پل و پلچک را تخریب کرده است. طالبان اواخر هفته گذشته شماره تلفات رویدادهای طبیعی اخیر را بیش از 70 تن اعلام کرده بودند.
پس از آن که آمریکا چندین شرکت چینی و بلاروسی را در پیوند به همکاریشان با برنامه موشکی پاکستان تحریم کرد، اسلام آباد با آن واکنش نشان داد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه با نشر بیانیه گفته است که صادرات اقلام تسلیحاتی مجاز بوده و آمریکا بدون ارائه هیچ مدرک بر شرکت‌های تجاری همکار با اسلام آباد تحریم وضع کرده است. بلوچ گفته که کشورش استفاده از رژیم صادرات تسلیحاتی را رد و تاکید می‌کند که صادرات و واردات چنین اقلام دارای کاربردهای مشروع تجارتی هستند. در بیانیه وضع تحریم از سوی آمریکا بر شرکت‌های چین و بلاروسی به گونه غیر مستقیم اقدام خودسرانه در زمینه کنترل صادرات عنوان شده است. بلوچ این تصمیم را نیز برگرفته از سوی زن واشنگتن دانسته و بر ضرورت مذاکره بر سر این موضوع تاکید کرده است. او گفته است پاکستان استفاده سیاسی از کنترل صادرات را رد می کند. این یک واقعیت است که همان حوزه های قضایی که مدعی اعمال کنترل های شدید منع اشعای صلاح هستند، از تطبیق الزامات موجود بر فناوری نظامی برخی از کشورها چشم پوشی کردند. وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته سه شرکت چینی و یک شرکت بلاروسی را به اتهام همکاری برای تامین اقلام قابل استفاده در موشک‌های بالستیک و دوربرد پاکستان و اشعای صلاح کشتار جمعی تحریم کرد. آمریکا دو سال پیش نیز چندین شرکت پاکستانی را در پیوند به سهمگیری در برنامه تسلیحاتی غیر هسته‌ای این کشور در فهرست سیاه قرار داده بود. رسانه‌های عراقی گزارش دادند که یک پایگاه نظامی در جنوب شهر بغداد هدف حملات هوایی قرار گرفته است که در نتیجه چندین تن کشته و زخمی شدند. حمله بامداد روز شنبه 20 آپریل بر پایگاه نظامی کالسو مربوط به گروه حشد شعبی در نزدیکی شهر اسکندریه و 50 کیلومتری جنوب بغداد انجام شده است. ارتش عراق وقوع این حمله را تایید کرده و گفته است که یک عضو گروه حشد شعبی کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. با این حال رسانه‌های محلی عراق ادعا می‌کنند که حمله توسط پهپادها انجام شده است، هرچند ارتش عراق تاکید کرده که هیچ هواپیمای بدون سرنشین یا جنگنده یا پیش از انفجار در فضای منطقه بابل دیده نشده است. این انفجار در کنار تلفات جانی، خسارات مالی نیز به این پایگاه نظامی وارد کرده است. تا کنون مسئولیت این حمله را کس بر عهده نگرفته و یک مقام امنیتی اسرائیل نیز در گفتگو با CNN مشارکت در حمله را رد کرده است. پیش از این چندین پایگاه گروه حشد شعبی مورد حمایت ایران در عراق توسط آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفته بود. اینها مهمترین رویدادهای امروز بود. از همراهیتان سپاس. تا دیدار بعد، بدرود.